سلام دوستان گلم، وقتتون بخیر. امروز میخوام باز دوباره به درخواست شما عزیزان پیراشکی درست کنم، یه پیراشکی نرم و خوشمزه. بریم با هم دیگه ببینیم. پیازچه رو تمیز پاکش کردم، خورد کردم، با یه مقدار روغن سرخ کردم، یه قاشق چای خوری زردچوبه بهش اضافه کردم، حدوداً 7-8 ثانیه تفتش دادم، از رو حرارت برش داشتم و الان اضافه میکنم به سیب زمینی. دو قاشق چای خوری پودر تخم گشنیز رو اضافه میکنم، یک قاشق چای خوری فلفل قرمز. به همون اندازه نمک، نمکش رو یه مقداری بیشتر اضافه میکنم، سیب زمینی واسه خوش نمک باشه. یک و نیم قاشق چای خوری نمک اضافه کردم. خوب مخلوط کردم، میذارم کنار. تخم مرغ 1 عدد 30 گرم، شکر 1 قاشق غذاخوری، مایع خمیر نصف قاشق غذاخوری، نمک 1/3 قاشق غذاخوری، شیر نصف پیمانه، ماست 2 قاشق غذاخوری، کره 30 گرم، آرد 2 پیمانه. خب بعد از اینکه شیر و کره، تخم مرغ، ماست و مایع خمیر، شکر، نمک رو اضافه کردم، خوب مخلوط میکنم. خب آردو بهش اضافه میکنم، آردو من از قبل الک کردم. من از آرد سبوسدار دارم استفاده میکنم، شما از هر آردی که خودتون دوست دارید و در دسترس دارید استفاده کنید. اگر خمیرم شل بشه آرد بهش اضافه میکنم، اگر خمیرم سفت بشه آب بهش اضافه میکنم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ببینید یه خمیر خیلی نرم به دست اومد. پنج دقیقه کامل ورزش دادم، میذارم به مدت 1 ساعت بمونه استراحت کنه، خمیرم دو برابر بشه. خب روغن رو ریختم داخل قابلمه، میذارم کاملا داغ بشه.
خب اینم بعد از استراحتی که به خمیرم دادم. آردی که من الان دارم ازش استفاده میکنم یه مقداری آردم مخلوط داره با آرد ذرت. بعدش همین الان بلا فاصله بازش میکنم. به این شکل میچینم داخل سیم. یکی یکی میریزم داخل روغن. دوستانی نازنینم پیراشکی نرم و خوشمزه آماده شد. بفرمایید نوشه جان. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این پیراشکی رو برای خودتون درست کنید. خیلی خوشمزه است. امیدوارم که دوست داشته باشید، شام درست بکنید و از خوردنش در کنار خانواده لذت ببرید. ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اون زنگولرم بزنید که هر وقت من ویدیو جدید میذارم به دستتون برسه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.